سلام به همه همتون، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب مستر چک. آقا میخوایم بریم سراغ جدیدترین آهنگ دانیال از لیبل اصلی اوست کریم که داستان داریم. این یکی از اون دو ترکیه که دانیال قرار قبل از عید منتشر بکنه، یعنی توی این امروز دهم اسفنده، توی این 20 روز باقی مونده، توی این 19 روز باقی مونده یه ترک دیگه هم قرار بذاره. اونجوری که توی استوری شایع گفته بود که دو تا ترک قبل از عید دارن و دو سه روز دیگه هم که ترک دلی منتشر میشه از شایع و صادق، امروز دوباره از آلبوم مراد هیدن پخش میشه، یه 4-5 روز بعدش آلبوم آماده اوس جی جی پخش میشه و کلن اسفند ماه خیلی برکت داره برای یه رپ فارسی. بریم ببینیم که دانیال چه کرده توی اوس کریم. احتمالاً یه ترک دلی تور باشه فکر میکنم. فقط قبلش اگر تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش فعال کنید، لایک کامنت یادتون نره. اینستاگرام و تلگراممون هم اینجا هستش، آدرسش توی دیسکریپشن هم لینکش هستش، میتونید بزنید و اونجا ما رو دنبال بکنید. بریم تو دلش ببینیم که چه کرده آقا دانیال. 1 2 3 او میتسو مسترش با جعفریه، حمیدرضا جعفری. سوال کل دنیا اینه که تو چی نوریا؟ انرژی قالبی که میدی بو ایمان، تو نباشی همم کوری میریم تو دیوار، نگاه پدرانه تو میخوام تو پیری کوریام، نمیدونیم داریم ما مسیر چیو میدویم، تو کره زمین و ساخت تمیز و بی کووید ما هم آشغالا رو تو طبیعت میکنیم تولید. ببخش اگه هممون ما پاپینو کیویم، ببخش وقتی یادت میکنیم که کارمون گیره. یه حالت درد دل با خدا ساره، یاد چیز افتادم نمیدونم، هیچ ربطی هم نداشت ولی یاد جنگل آسفالت سورشیشه است افتادم که میگفت خودو پاشو یا آشغال باهات حرف داره. حالا این داره یکم مثلا ملوتر میره جلو. تو کره زمین و ساخت تمیز و بی کووید ما هم آشغالا رو تو طبیعت میکنیم تولید. ببخش اگه هممون ما پاپینو کیویم، ببخش وقتی یادت میکنیم که کارمون گیره، کارمون رو میندازی بعدش یادمون میره. طبیعت بازی و نفهمی تکرار میکنه، تقصیر خودمونه که حالمون اینه. سرم پایین جلو چون هرچی سمه کشیدم، ضربه چیه من رو خودم قمه کشیدم. بهم گفتی نباید تو آدم بده بشی مرد، زیر زبونم تمه کشیدت. این اینجا که میگه نباید تو آدم بشی تو آدم بده بشی مردشون، آقا یه حالت انگار با بغضی گفت. بهم گفتی نباید تو آدم بده بشی مرد، زیر مرد زبونم تمه کشیدت. اوس کریم همیشه بوده رو به تو دستا، حتی وقتی که نداشتم پول یه غذا، فهمیدم که پلمپ در کوچه مردا، باید تو خودم باشم په کوزه طلا. هنر تو رو میشه فهمید در دونه یعنا، میافتم من یاد سوره یعنا وقتی چی میگه؟ صد دانه یاقوت یه جا نشسته، انگار مثلا ذرت همجوری ول سر کوچه داره تسبیح چرخ. تو رو میشه فهمی در دونه یعنا، میفتم من یاد سوره یعنا وقتی نزدیکای تولدن تو دل بهار، جونم و نجات دادی تو تونل عراس. مرسی بده کار تیموس کریم بابا، شما همه تیم بشین اوس کریم با ماست، نیرو میشدی وقتی اینجا که میگه اوس کریم بابا یاد این چیزه میفتم، جون دل سهیل سنگرزاده، اونم همیشه داریم یه اوس کریم بابا عاشقتم. کای تولدن تو دل بهار، جونم و نجات دادی تو تونل عراس. مرسی بده کار تیم اوس کریم بابا، شما همه تیم بشین اوس کریم با ماست، نیرو میشدی وقتی میبری جون از این پام. به هم گفتی هوا تو من دارم خوب از این بالا، حس بودن تو آرامش و جرأت برام، کارگری کردنم تو شهرت الان، دل بندهات سیاه شده تو گذر زمان، آدمی زاد اجدهای دو سر تمام. یه چیز بعدی که وجود داره توی رپ فارسی به نظرم اینه که هیچ اطلاعات کاملی از آرتیست ها نداریم، مثلا یه بیوگرافی یه زندگی نامه ازشون جایی نیستش. میدونی چی میگم؟ توی ویکی‌پدیا هم خب اکثرا مثلا خود مردم نوشتن ادیتش کردن. این که مثلا کامل از کجا به کجا رسیده، مثلا اولش چجوری بوده، چه کاری با چه کاری شروع کرده، الان مثلا دانیال میگه از کارگری شروع کردم تا به این شهرت و این چیزا، مثلا شایعه چیز دیگه میگه، آدم نمیدونه به خیلی وقتا که این چیزایی که مثلا آرتیست داره میگه مثلا بر اساس واقعیته
یا مثلا صرفا داره ایده و فانتزی و خیال پردازیاشو میاره روی کاغذ. و این به نظرم یکی از نقطه ضعفای رپ فارسیه به نظر من، که مثلا اگر حالا توی خیلی از مسابقاتی که دارن میکنن بچه های یوتیوب خیلی ساده پرسیده میشه، اما بازم مثلا رپرها اکثرشون جواب نمیدن که مثلا آقا درسته مثلا آهنگای فلانی انگیزشی هستش خب، ولی خیلی ها نمیدونن مثلا گذشته اون آرتیست واقعا چی بوده. توی آهنگاش یه سری چیزا میگه که خیلی وقتا مثلا آدم شاخ در میاره، واقعا نمیتونه مرز واقعیت و اون فانتزیش رو تشخیص بده. به نظرم اگر اینجوری بود بالتر بود. دل بندات سیاه شده تو گذر زمان. نظرتونه؟ نظرتون چیه؟ تو کامنت بنویسید. واقعا یه بیوگرافی داشتن از رپرها خیلی کمک میکنه. مثلا رپرهای بزرگی مثلا خیلی هستن، ولی بیوگرافیاشون توی مثلا ویکی‌پدیا همین میشه که مثلا اولین آهنگشون چی بوده، اولین آلبومشون چی بوده، الان مثلا کجان، چند بار دستگیرشون کردن، اینو کلیتو نوشته. اما مثلا ننوشته دیدی مثلا توی شما یه چه میدونم یه خواننده پاپ بزنی، یه بازیگر بزنی، میگه فلانی در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود، از فلان سالگی تا فلان سالگی فلان کارو کرد، بعدش از طریق مثلا فلان استعدادیابی به این راه کشیده شد و یه به اینجا رسید. این روند رشد رو بهتر متوجه میشی اونجوری. حالا اینم باز نمیدونم کاریگری کردنم تو شهرت الان، دل بندات سیاه شده تو گذر زمان، آدمی زاد اجدهای دو سر تمام، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی با منو یاری نمیکرد، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی تو کوچه بچه ای با هم بازی نمیکرد، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی گم شدم تو کوچه های ترس، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی هایی که خیس میشدن گونه های من، روزیه تو میکنه حتی مورچه ها رو سیر، با چشمای تو میشه همه خونه ها رو دید، دخترت خورشید میکنه دونه ها رو سیر، بعد چند وقت میشه حاصل دونه ها رو چید، عجیبه با درخت و غذا میدی چهار فصل، تو حتی میدی با گلای ایندیکات درس، میگی بعد هر طلا تو میگی آرامشیه، تو هم ناشری با اتفاقات میدی پادکست، عجیبه یادم میاد چند روز پیش سر کوچه‌مون دیدم زن مظلوم پیر، مامور برق داشت سر شهر بده میزد، میگفت ندارم با اون چه شای کم سو خیس، یهو بهش گفتم بده من اون قبضور فیخ، من پولشو میدم اینطوری مردونه نیست، گفت اگه بفهمی خدا با تلج بوده چی، اگه عادله خب پس به سر من کوره چی، دوباره عشقای اون پیره زد. اوه 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 چه داستان عجیب غریبی، یه بار دیگه گوش کن اینجا رو. بده من سرم یا چند روز پیش سر کوچه‌مون دیدم زن مظلوم پیر، مامور برق داشت سر شهر بده میزد، میگفت ندارم با اون چه شای کم سو خیس، یهو بهش گفتم بده من اون قبضور فیخ، من پولشو میدم اینطوری مردونه نیست، گفت اگه بفهمی خدا با تلج بوده چی، اگه عادله خب پس به سر من کوره چی، دوباره عشقای اون پیرزنه از گونه ریخ، با صدای خسته و بدن لرزون پیر، گفت تو سال بچه‌هام بهم سر نمیزنن، گفت خدا نکنه مثل من فرسودشین، مامور گریش گرفت و دست سرش، گفت نمیرفته به مادرش سر بزنه، مادرم این آخریا دعا میکرد یه سر پسرت نتونه ببینه دلش لک بزن. اوه اوه چه تراژدی تلخی رو این آخرش چید. مثلا همین قصه رو آدم نمیدونه واقعا فانتزیه یا چیه. مثلا آهنگ نامه به فرزندم یاس بود، اون مثلا خودش گفته بود که مثلا این بر اساس واقعیته، خب که مثلا یه نامه‌ای به دست من رسیده، من اومدم اون رو صرفا موزونش کردم، رپش کردم. خیلی داستان پشپریزونی بود که دنیا گرده. زن مادرم این آخریا دعا میکرد یه سر پسرت نتونه ببینه دلش لک بزنه، شاید با خودت بگی اینا یه افسانه بود، یه گوش در بود و یه گوشت هم دروازه بود. آها. ولی نه، گوسگریم با یه دعوای پول به من و تو و مامور و پیرزن درس داده بود. اوه اوه ایوه اموره، گفت گرفتم از این روز درس، دلاشو دست پیرزن و بوس کرد، مردم احمق کوچه هم درگیر قضاوت، همه با هم زدم پوزخند، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی با منو یاری نمی کرد، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی تو کوچه بچه ای با هم بازی نمی کرد، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی گم شدم تو کوچه های ترس، کسی نبود وقتی تو بودی، وقتی هایی که خیس می شدن گونه های من. تمام.
بیتش هم علی عزاد زده، کاورش هم 4211. باحال بود، انصافا باحال بود. بعد اون باگی که من گفتم نه صرفا برای دانیل، برای همه رپرا فکر میکنم باشه. و اینکه ورس دومش داستان و پیرزنه واقعا واقعا تاثیرگذار بود. نه حالا جدا از شوخی، واقعا تاثیرگذار بود و یه حس عجیبی میده که مثلا موهای تنه تو سیخ میکنه. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردید، امیدوارم لذت برده باشین و اوسکریمو از زیاد نبرده باشین. باحال بود، فضاشو دوست داشتم. یه آهنگ خیلی متفاوت بود فکر میکنم از دانیال که تا حالا مثلا این سبکی نخونده بود. بیشتر آهنگاش گنگ بودن انصافا تا الان. این سبکی مثلا یکم دلیت پر باشه کمتر من شنیدم ازش. خیلی شکریم آقا. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش عشق بدین، عشق بگیرین. آره از حرفا. و ولی نه جدی، سابسکرایب یادتون نره، اگه نکردین انجام بدین حتما. اگه قبلا سابسکرایب کردین زنگوله کنارش رو فعال کنید که اگر ویدیوی چیزی میذاریم نوتیفش براتون بیاد. برای خیلی ها من میدونم که نوتیف نمیره و میان مثلا توی اینستاگرام از من میپرسن که چرا فلان آهنگو نرفتی، هر صورتی که مثلا من اون آهنگو همون روزی که منتشر شده گذاشتمش، ولی به خاطر اینکه اون نوتیفر رو فعال نکردن، اون زنگوله رو نزدن، خیلی از آدم ها براشون نمیره. خیلی چکریم آقا. نظرتون راجع به آهنگ و اون حرفایی که زدیم بینش هم دوست داشتیم توی کامنت ها بنویسین، ببینیم که چند چندیم. قربان شما، تا یه ویدیو دیگه. مثل چک به مرتزل تو بگو بعد خدا شده باشی، به مرتزل با دنونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گم.